سخنگو همه پمپ بنزینا رو آتیش زدن، مردم هم ریختن تو خیابون. دولت چه تدبیری اندیشیده؟ والا در این رابطه که ترسید رو به سخنگو؟ نه ترس و حرفا نیست، فقط ناصر اون زبط رو خاموش کن که وسط سخن وسط سخنرانی که نوار بندری نمیذارن که، یا آهنگ ملایم بذار قبل شکلت برم بفهم. آقا یه سخنگو، بانک ها رو هم آتیش زدن، شنیدید؟ والا در رابطه با این سوال شما بحث زیاده. نوار غزه الان داره تو آتیش سیگاری که فتیله بمب تو عراق زده داغون کرده لبنان فرستاده تو هوا. اگه منظورتون هم افغانستانه، پس چرا قطار تو راه ترکیه زیر چش سفیر کویت بادمجون کیلو چنده؟ گویان که گیر نمیاد که بتونی بری جی 8 دو تا لقمه املت بخوری، جون داشته باشی بتونی بری جلوی قطنامه رو چی بگیری. حالا من نفله، یه پام تو یمنه یه پام تو تحریم، 180 هم اگه واکنم میگن دوپینگ کرده. بعد تو حالا جلوی بانک جهانی وایسادی میگه آتیش رو بده میخوام برم وام بگیرم. چی بود؟ ولش کن. سوال بعدی، با که ده فهمیدیم شما چی گفتید، ولی چرا ما که روی دریای نفتیم بنزینمون رو سهمیه بندی کردن؟ کردن که کردن، غلط کردن، جفتت به طاق طویله کوبیدن قبل شکلت برن. هرچی کرده خودش به جواب بده، کرده گناه مسگر آهنگری شوشتر خود به برخ ما میزنی؟ هر گردی مگه باباتونه؟ آقای حداد عادل معروف شدن به مردی برای هیچ یک از فصول، نظر شما در این رابطه چیه؟ ازم به خدمت انورتون که منم اعصابم خورده، شما هم یه سوالایی میکنین که اعصاب ما رو خاکشیری‌تر میکنین وسط. یعنی چی؟ یعنی خاکشیری‌تر میکنین. بابا رو چی کار دارین آخه؟ مردی که بوز قلمون آخه مافشو بگیری لعیمش در میره. خب معلومه چهار فصل نمیتونه بیاد بیرون دیگه. خب تو زمستون معلم‌ها و اینا همه اومده بودن بیرون، نمیتونست بیاد بیرون، سرما میخورد، زنجیر چرخ هم نداشت، اون دیگه جای ایشون نبود. تو تابستونم عرض کنم که این مومنزین آتیش و قل و مل و فلان و این حرفا و دیمبل منبل و اینا نمیتونست بیاد. تو بهارم که خب دیگه کارگرها اومده بودن گرد و خاک کرده بودن، ایشون هم به خاطر حساسیتی که داشت، آلرژی که داشت، نمیتونست بیاد بیرون، عجب میشد دیگه. تو پاییزم که کلکوپرشون ریخته بود، برای همین من خودم قصد دارم یه فصل جدید تو زندگی ایشون وا بکنم که ایشون بتونه بیاد بیرون از زندان بکنه. شما بیاین سوالا نکن، وگرنه اینجا قل و مل و دیمبل و منبل. سوال بعدی بفرمایید. از آقای شیراک چه خبر؟ عرضم به خدمت انوره که یک گهگداری زنگی میزنه، یعنی یه تلیفی میاد برام، بدبخت دیپرسیون گرفته، افسرده ی افسرده، زنگ میزنه میگه سخنگو، میگم بونجور، میگه یه دهن بخون دلم باشه، افسردگی کشتتم. براش میخونم میگم که خودت میدونی شیراک کی؟ میگن یه هوا طولاکی، بزار همه بدونن که تو واسه ما یار سینه چاکی. وای چه شیراکی، ببین جا شیراکی، بگو خاک زیر پاتی. نه نه نه. سوال بعدی، آقای سخنگو، ظاهراً طرح حفظ امنیت نظام تا خیابونای پاریس هم رفته، سایت‌های مختلف خبرهای مختلفی میدن. آره دیگه، طرح ما مال تهران و هومه بود، ما هم فکر میکردیم پاریس هم همون هولوش کنسولوغون و اون حرفا و دیگه و بیسار و ده و یازده و اون چیزاست. اما بعد رفتیم دیدیم مثل اینکه مقام عظمای ولایت با هماهنگی با ایشون پاریس و شانزلیزه و همه اینا رو بخشیدن به فرانسه، فقانسه. بعد تازه فکرش هم میکردیم برادرای پایگاه بسیج دسته، منظور هم پلیس فرانسه، مثل قدیما کت تن برادرای گمنام ما میکنن. اما بعد فهمیدیم اوضاع چرخیده، همون یلا پیراهن هم که در تنشون کرده بودن در آوردن. اینجوری شد که دیدیم هر چی فکر میکنیم یه چیز دیگه در میاد، به خاطر همین هم دیگه فکر نکردیم، گذاشتیم برادرای گمنام فکر کنن. اما اونا هم فکرشون رو یه جایی گذاشته بودن که نمیشد جلوی انظار عمومی چی ازش استفاده کرد. این بود که تو صورتش با سه تا نقطه. ولی اینطور که به نظر میاد داستان بیخدارتر از این حرف هست. اگه بخ قضیه منم که اینطور نیست، ولی سایت های چیز دیگه میگن. عرض کردم خدمتون، دومین بارم عرض کردم خدمتون که اینطور نیست. شنیدیم که میگن پای آبروی نظام در میونه. ارر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 ر
بار میشینم پا میشم کسی صداش در نمیاد تیغ خلاف. ای صدا در اومد چی؟ ای صدا در اومد همونجا تیزی رو با ریختش صورتی میکنم. گرفتی صورتی میکنم یعنی رو صورت رو چشم میگیری یا نه؟ فهمی کنی یعنی صورت تو میاد؟